در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم و در این بخش هم که مهماندار هستیم آقای محمد هادی فیضی که ایشان هم محصل هستند در برنامه خواهیم داشت و روی موضوع تکنولوژی های مدرن و امنیتشان بیشتر صحبت کنیم. سلام صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما. سلام خدمت شما و تمام بیننده های عزیز، صبحتان بخیر. سلامت باشین. خیلی خوش آمدین آقای فیضی عزیز. امروز روی تکنولوژی مدرن یا همون نوآوری ها در تکنولوژی صحبت میکنیم، با شما میپردازیم. در ابتدا اشاره اگر داشته باشین روی تاریخچه تکنولوژی. خب تاریخچه تکنولوژی بسیار برمیگرده به سابق، یعنی از زمانی که کامپیوتر اختراع شد انسان پا بر سی تکنولوژی گذاشت. در سال 1950 که چارلز بیبیج اولین کامپیوتر اختراع کرد، بعد از او کلن مسیر انسان تغییر کرد در زندگی، یعنی تکنولوژی وارد زندگی انسان شد، نه تنها کامپیوتر، بلکه از زمان انقلاب کبیر فرانسه که ماشین بخار ساختن، از او زمان تکنولوژی وارد زندگی بشر شد. اما کامپیوتر کلن تغییر داد، بسیار کمک اساسی بود بر نسل بشر، و بعد از او که انسان به انترنت دسترسی پیدا کرد، روابط بسیار نزدیک شد، فاصله ها از بین رفت، و تا 20 سال قبل 30 سال قبل انسان بسیار از طریق های مختلف ارتباط برقرار میکردن. مثلا نامه می نوشتن، کسی که مسافرت می رفت باید نامه را می برد، آیا او می رسید نمی رسید، سر وقت می رسان نمی رسان. و اگر 30 سال پیش ما میگفتیم که مثال من میتونم در قاره دیگه امرو یک نفر تماس تصویری برقرار کنم، باورش نمیشد. ولی خوشبختانه امروز انسان پا بر سه گذاشته در جهان سیر و نزول میکنه که این چیزا بسیار یک امر عادی است، همه ما دسترسی داریم به اینا. اینترنت زمانی که به وجود آمد کلن فاصله ها را از بین برد، کارها را سهولت بخشید. قسم که شما امروز میبینین کاروبار آنلاین از طریق اینترنت صورت میگیره، شرکت ها کارمند از طریق اینترنت آنلاین استخدام میکنن، درس از طریق آنلاین برگزار میشه، ویدیو کنفرانس ها هسته، و بسیار به یک تکامل بسیار به پیشرفت و تکامل بسیار خوب رسیده. و هنوزم که شرکت های بزرگ هستن کار میکنن به اینترنت که ایره بیشتر توسعه بتن، بیشتر ادوانس کنن، دیگه بحث میکنیم روی اینا همراهتان. بله بسیار عالی. از تکنولوژی های جدید هم صحبت داشته باشین آقای فیضی، که امروزه چقدر دنیا رو متحول ساخته؟ خب طبعا تکنولوژی چیزی است که باعث آسانی کار میشه، دنیا رو مدرن میسازه. بله تکنولوژی های مدرنه که قرار است امروز شما بحث کنم، جهان متاورس است، توکن های غیر قابل تعویض است، به نام NFT میگن، مختصر انگلیسیش میشه نان فانجیبل توکنز. زمانی که اینا وارد صنعت تکنولوژی و بازار اینترنت شد، کلن جهان تغییر داد. درست. جهان به یک طرف دیگه فعلا روان است، و متاورس کلان یک انقلاب بسیار عظیم است و انتظار میره که جایگزین اینترنت شوه. میریم سر بحث NFT. برای شما معلومات بتم در مورد NFT. NFT کلان ربط بسیار یک ارتباط مستقیم به متاورس داره. توکن های غیر قابل تعویض قسمی است که مثلا من یک تصویر دارم، خودم طراحی کردیم، بله، ایره میخوایم وارد جهان NFT بسازم، از طریق وبسایتش ثبت نام میکنم و ایره به حراج میمانم و ای به فروش میرسه. بله. NFT فقط یک آبجکت میباشه که فقط مختص به خودم است و سند کپی رایتش مربوط به خودم میشه، یعنی زمانی که در دست ما باشه، در مالکیت ما باشه، کسی دیگه نمیتونه از او استفاده کنه. و روی ازی بسیار سرمایه گذاری ها میشه. در کل جهان بسیار عجیبی است. درست. یعنی اگه من وارد جزئیات شوم بسیار حیرت میکنین شما. جک دورسی مدیر عامل توییتر اولین توییت خود که ماند، زمانی که توییتر توسعه داد، اولین توییت که ماند فکر کنم در سال 2013 به ارزش 3 میلیون دلار در جهان NFT توییتش فروخته شد. و یک اثر از هنرمند ایتالیایی به نام بیپل، یک نقاشی داره از یک جمعیت رسامی کرده، حدود 60 میلیون دلار
اثرش به فروش رفته، همچنان یک ویدیوی 10 ثانیه‌ای داره چیز حدود 9 یا 10 میلیون دلار اثرش فروخته شده. در کل جهانی است که هم تجارت میشه، هم سرگرمی است و هم بسیار سهولت ها داره. انتظار میره که جایگزین اینترنت شوه. و میریم روی بحث متاورس. متاورس یک جهان بسیار عجیب است. جهان مجازی است که انسان در جهان حقیقی با او هماهنگی برقرار میکنه. اصطلاح متاورس در سال 1992 به میان آمد که یک رمان بود به نام سنو کراش. یک مؤلف داشت به نام نیل استفنسون که اولی طرح داد متاورس و بعد از او در سال 2011 توسعه پیدا کرد تا ای که کارگردان از سینمای هالیوود یک فیلم ساخت از روی ازی و توسعه دهندگان به شکل بسیار عجیب ترغیب کرد و تشویق کرد که روی ازی به شکل حقیقی کار کنن که ببینن که آیا این نتیجه میتن نمیتن. در حدود 1.5 دهم میشه که شبانه روزی شرکت ها کار میکنه، قطب های بزرگ تکنولوژی جهان مثل شرکت اپل، شرکت مایکروسافت، شرکت آمازون، شرکت هایی که مبتنی بر هوش مصنوعی کار میکنن کوشش شبانه روزی دارن و بسیار پیشرفت های چشمگیر داشتن و متاورس فعلا اونا توسعه دادن و حرف اول در جهان همین شرکت ها میزنن. بله خیلی عالی. در ارتباط به هوش مصنوعی هم حالا بیشتر صحبت داشته باشیم که هوش مصنوعی چقدر پیشرفت کرده در تکنولوژی و چقدر خطرساز است برای انسان ها؟ بله، قسمی که میبینین هوش مصنوعی کلان جهان احاطه کرده، هر چقدر که کار را ساده تر میسازه اما قدر خطر بیشتر داره. فرض میکنیم که ما تلفن هایی که استفاده میکنیم، کامپیوتر هایی که استفاده میکنیم، در جهان اول خانه های هوشمند وجود داره مبتنی بر هوش مصنوعی کار میکنه. وقتی که داخل میشین اصلا شما ضرورت ندارین دروازش با دست باز کنین، دستیار هوش مصنوعی داره. شرکت هایی هستن که در قسمت فراهمسازی دستیار هوش مصنوعی فعالیت میکنن، شرکت آمازون است، شرکت گوگل است، شرکت اپل است، در خانه ها نصب میکنن. زمانی که شما میرین به دروازه دستور میتین که دروازه باز شو، دروازه اوتومات بر شما باز میشه. یعنی با صحبت ما فقط؟ با صحبت بله، او فقط صدای شما را میگیره. بعد از او زمانی که از شما دستور گرفت، دستور را به خود سرورها انتقال میده، سرورها بلافاصله اقدام میکنن و در میلی سکند، میلی ثانیه دستور به او میرسه و فرمان شما اجرا میشه. هوش مصنوعی کلن بسیار یک چیز خوب است، یعنی میتونه به انسان بسیار کمک کنه و همچنان خیلی ضررهای زیاد داره. مثلا اگر وارد صنعت شوه، وارد علم و فناوری و تکنولوژی شوه، باعث گرفتن جای انسان میشه. مثلا در کشورهای جهان اول شما شاید معلومات داشته باشین ربات هایی هستن که جراحی انجام میتن. خب یک دکتر که میره سالها تلاش میکنه، تخصص میگیره، چرا یک ربات به جایش بگیره؟ این خب بر شرکت های تکنولوژی یک برد کلان هسته. اونا فقط محصول خود وارد بازار میکنن و اونا در بک‌گراند، در پس زمینه هم بودجه دارن، هم امکانات دارن، هم پشتبانه دارن. اما یک نفر که شغل آزاد داره به او ضرر داره. و مثلا کشورهایی که در قسمت نظامی زیاد تمرکز میکنن، اینا مبتنی بر هوش مصنوعی تمام وسایل ابزارالات جنگیشان جور میکنن. مثلا تیاره های هایپرسونیک که از مافوق صوت، اینا کلش مبتنی بر هوش مصنوعی کار میکنه. تکنولوژی جی پی اس دارن، قسمت رادار که هست، از رادار که فرار میکنن دیده که نمیشن، کل اینا ارتباط داره به هوش مصنوعی. کلن در هر زمینه هوش مصنوعی وجود داره. بله بسیار عالی. آقای فیضی، حالا ما هر روز شاهد از این هستیم که تکنولوژی چقدر پیشرفت میکنه. بله. حالا چقدر کار انسان ها را آسان ساخته و چقدر سهولت ها را فراهم کرده؟ خب شما میبینین دیگه، ضرورت به تشریح نیست. انسان چیزی که با چشم خود میبینه، در بعضی چیزها اصلا باور آدم نمیشه. شما که میبینین، فرض میکنیم همین ربات ها که هستن، جراحی که میکنن، تلویزیون هایی که آمدن در بازار،
تلویزیونایی هستن که با صدا هماهنگی دارن، مثلا کانال با صدا تبدیل میکنن، تلفن‌هایی هستن که بسیار یعنی پیشتاز هستن. کل اینا مبتنی بر هوش مصنوعی کار میکنن، شرکت های بسیار زیاده هستن که در قسمت هوش مصنوعی فعالیت دارن و کار انسان آسان میسازه. بله در کل تکنولوژی کار انسان آسان میسازه، اما وقتی که هوش مصنوعی وارد زندگی انسان شد، وارد صنعت تکنولوژی شدی، بیشتر آسان شد. اما تا جایی که من مطالعه کردم و معلومات گرفتم، اما قدر که سهولت داره، اما قدر خطر هم داره. بله خطرناک. بله دستگاه‌هایش هستن که اینا حرارت بسیار زیاد تولید میکنن، قسمت کامپیوتر که هستن حرارت تولید میکنن، این حرارت اینا برق بسیار زیاد، انرژی بسیار زیاد تولید میکنه. انرژی اینا مستقیم تأثیر داره بر یخ‌های قطبی، یخ که آب بشه سطح دریا بالا میآید. درست. و یک تهدید بر کشورهای است که در کشورهای ساحلی می باشه، سطح ها بالا میآید، جزرومت بالا میآید. اینا به تدریج ضرر میزنن به نسل بشر، ولی به شکل تیز اثر چی ندارن، ولی به تدریج اثر بسیار مخرب دارن. بله بله و زندگی رو هم بسیار پر سرعت ساخته. بله درست. بسیار خوب. حالا برای جلوگیری از خطرات این نوآوری که شده در تکنولوژی، بله، چی میتوان کرد؟ خب جلوگیری طبعا که انسان باید خودش اقدام کنه، محدود بسازه. یعنی صنعت خوب است برای بشر که وارد زندگی انسان شه و کار انسان آسان بسازه، ولی ای که در زندگی انسان، در امورات زندگی انسان دخالت شه، ای بسیار یک خطر کلان است بر نسل‌های بعدی. نسل فعلی این خطر اصلا درک نمی‌کنن، چون در مراحل ابتدایی هستم، در مراحل ابتدایی قرار داره هم تکنولوژی که ما بررسی میکنیم، هم هوش مصنوعی. درست است که خیلی پیشرفت کرده، او نظر به نسل ما است که پیشرفت کرده، ولی اگر 100 سال بعد یا 200 سال بعد ببینیم، پیشرفت شاید کنه که اصلا جبران ناپذیر باشه ضررش. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از یک شهر رونمایی میکنه در عربستان به نام شهر نیوم، قرار اطلاعات 1,000,000 ربات اونجا مستقر میسازه. زمانی که 1,000,000 ربات در یک شهر مستقر شوه، انسان بیکار میشه، یعنی ضرورت به انسان نیست، استعداد انسان تلف میشه، درس که انسان خوانده تلف میشه، کار که انسان میکنه او تلف میشه. در کل ضرر بسیار زیاد داره. خوب است که نه افراد شوه نه تفرید شوه. بله بسیار عالی. در مورد امنیت این فناوری های جدید هم صحبت داشته باشیم. درست است. امنیت اینا مبتنی بر سرویس بلاکچین است، خصوصا جهان مجازی متاورس و NFT. بلاکچین قسمی است که از نامش پیداست، بلاک به معنی بلوک طبقه و چین مثل زنجیر است. بله. سرویس بلاکچین قسم طراحی شده که فقط برای خود فرد و شرکتی که خدمات ارائه میکنه قابل دسترس است، غیر قابل ردیابی است، غیر قابل دسترسی است. قابل دسترسی است، ولی پشت از این گروه های هکری و سایبری بسیار بزرگ قرار دارن که از چندین سال به این طرف کار میکنن، یک هدف تارگت قرار میتن و او هدف میخواین که مورد تهاجم خود قرار بدن. در کل سیستم بسیار پیچیده داره، الگوریتم بسیار پیچیده داره و NFT و متاورس امنیتش سرویس بلاکچین تامین میکنه. ارتباط بسیار مستقیم با جهان ارز دیجیتال داره سرویس بلاکچین، چون غیر قابل دسترس است. ما در اینترنت سه طبقه داریم، یکی سرفیس ویب است، اینترنتی که خودم استفاده میکنیم، یکی دیپ ویب است و یکی دارک ویب. دیپ ویب و دارک ویب قسمتی است که مربوط به مافیاها، گروه های تبهکاری، هکرهای غیر قانونی میشه. اینا که هستن از اینمی سرویس بلاکچین به خاطر تبادل ارز استفاده میکنن، فرض مثال معامله میکنن، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر، اینا رو که انجام میتن از ارز دیجیتال استفاده میکنن. ارز دیجیتال مبتنی بر سرویس بلاکچین است.
چون اینا غیر قابل ردیابی هسته. ردیابی میشه، بسیار مشکل هسته. از اینا استفاده میکنن و میتونن معامله کنن امرای از اونا. در کل سرویس بسیار پیچیده هسته و کلن ساختار بسیار پیچیده و مبهم داره. انسان درست درک نمیتونه. روی ازی سالها کار شده. حتی خالقش تال معلوم نیست که کی هسته. یک شخص ژاپنی هست به نام ناکاتومو هسته که مجسمهش فکر کنم در کشور مجارستان ساختن، ولی کدام تصویر حقیقی از او وجود نداره. بعضی ها میگن که این ایلان ماسک هسته، میلیاردر که هسته، مدیر عامل کمپانی سپیس اکس و تسلا. ولی فرضیه هاست، تئوری های توته هسته دیگه. فعلا معلوم نیست که کی هسته. بسیار عالی. خیلی خوب، حالا در سطح پایین اگر بیاییم به اشاره داشته باشیم به گوشی های هوشمند، ما چطور میتونیم که امنیت اینا را تامین بکنیم؟ یک شخص گوشی خودشه مثلا، چقدر میتونه که از هک شدن جلوگیری بکنه؟ درست است، بحث بسیار خوب را اشاره کردین. امروزه قربانی ها مردم هستن در سطح سایبری، خصوصا کسایی که در ارگان کار میکنن. در ارگانی که کار میکنن هکرها انسانهای بسیار خلاق هستند، انسانهای بسیار زیرک و باهوش هستند. فرد رو اونا هدف قرار میتن که میبینن که هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ دستگاه که استفاده میکنه، میبینن که دستگاهش در چی وضعیت قرار داره. بحث بسیار مهمی است. اگر مثال من در ارگان کار کنم، من هدف قرار بگیرم، فردا از طریق من تمام ارگان هدف قرار میگیره. بله. گوشی های موبایل و کمپیوتر بحث هک نشدنش مشترک هستن. زمانی که به اینترنت وصل میشیم، تبلیغ های بسیار زیاد بر ما میایه، میگه اینا رو باز کنین. مسیج هاست که میایه از اشخاص نامعلوم، خصوصا لینک که روان میکنن. اکثر لینک هایی که به شخص روان میشه، لینک ها که هستن آلوده هستن. درست، لینک ها آلوده هستن، در پشت لینک ها ویروس هست. زمانی که ما بر روی لینک کلیک میکنیم، اونا ارتباط ما رو به خودشان میگیرن، وارد دستگاه ما میشن، وارد گوشی ما میشن، کلان اطلاعات ما رو میگیرن، پاسورد شبکه های مجازی که استفاده میکنیم، ایمیل اینا رو میگیرن. و یک گپ دیگه که پاسورد که به تلفن خود میتیم، فقط باید خودمو بدانیم. بله، تلفن خود پیش کس نمانیم، در اختیار کس قرار نتیم. کلان بحث امنیت شبکه بسیار یک بحث کلان است. هرچقدر که بحث کنیم کلانتر میشه، ولی در کل زمانی که به یک نفر محدود میشه که کمپیوتر و موبایل و تبلتش هسته، یعنی این نکات باید رعایت کنه. سافتویرش باید اپدیت نگاه کنه که اگر موبایل اپدیت نباشه آسیب پذیریش بیشتر میشه. بله آقای فیضی، یکی از بیننده های ما همچنان همین سوال از ما کرده بودن که ما چگونه میتونیم یک رمز خوب برای خود یا برای گوشی خود استفاده کنیم؟ درست است، همه ما یک رمز داریم، ولی بعضی رمزها خیلی زود. درست است، نکته بسیار مهم است در قسمت امنیت. بعضی ها هستن که از یک رمز در چندین پلتفرم استفاده میکنن، در چندین شبکه اجتماعی استفاده میکنن. مثلا رمز ایمیلشان، رمز موبایلشان، رمز کمپیوترشان، رمز فیسبوک و اینایشان یکی هسته. بر شما توصیه میکنم که این کار نکنین، چون وقتی که یک هکر ارتباط شما رو گرفت، پسوردتان رو گرفت، این یک پسورد روی تمام اینا تست میکنه. اگر یکی باشه، به بسیار راحتی به تمام دیتای شما دسترسی پیدا میکنه. و در قسمت رمز گفتین، در علم کمپیوتر یک در قسمت رمزنویسی و رمزنگاری بعضی سمبول ها هستن. مثلا هش است که ما برش علامت نمبر میگیم، علامت دلار است و ساین است و اینا هسته. در پاسورد کوشش کنیم که از سمبول ها استفاده کنیم، چون زمانی که یک هکر در پشت دستگاه قرار داره، میخواه یک ارتباط ما رو بگیره، به این پاسورد ها به آسانی دسترسی پیدا کرده نمیتونه. بعضی پاسورد ها هستن فقط حروف و عدد هستن، این پاسورد ها در ثانیه به دست میایه، ولی که سمبول داره، کیس سنسیتیو است به اصطلاح انگلیسی، اینا خیلی زمان میبره. یک پاسورد که شامل کیس سنسیتیو میباشه بسیار از امنیت بالا برخوردار است،
پسورد استوار می باشه، شاید یک هکر در 34 سال بتانه و پسورد بگیره. درست. بسیار خوب، خیلی تشکر آقای فیضی عزیز، خوش آمدین. بسیار زیاد تشکر. تشکر از دعوت ما کردین. سلامت باشین.